رحمان رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمدین نسلین عزیز به لکچر سوم مضمون مدیکال پاراسایتولوژی که ما شما قرار است امروز به ادامه لکچر اول و دو لکچر سوم خود شروع کنیم. خب پیش از اینکه به درس، البته این بخش اولش است، بخش دومش بعدا به شما یک جا در جریان گذاشته میشه، شریک ساخته میشه، یعنی به طرف سوالی که در ختم لکچر دو از شما کرده بودم، البته یک کار خانگی بود که شما قرار بود بعضی از پرازیت ها را نامای بینومیال نومنکلیچر یا نامای دوگانی آنها را پیدا میکردین که کسانی که پیدا کردن خوب و کسانی که نتوانستن برشان باز هم ببینن که ما برتان جوابای درستش هم میگم و شما هم کسایی که دیدن پیدا کردن به او سر بدن، انشالله که اگر درست باشد این هم برشان کمک میکنه که در درک و فهم درس اینا سهم گرفته ام. خب موضوع بود که ملاریال پرازیت، ما پرازیت ملاریا را نام دوگانی شد به نام چی یک میکنیم؟ این را ما میگیم نام پرازیت از این هست پلازمودیوم ویوکس. البته پلازمودیوم نام جنسش هست، ویوکس نام سپیسی نیم که میتونه که این پنج سپیسی داره، بخش داره، نوه داره که فلسیپرم هم شده میتونه پلازمودیوم فلسیپرم، پلازمودیوم ویل، پلازمودیوم ویوکس و انواع دیگهش یکیولکس. میایم به طرف دومش که توبرکلوسیس یا مرض توبرکلوز بود میکروبش، که این هم شما در سمستر گذاشته موضوع مکمل در مورد میکوبکتریم توبرکلوسیس درس داشتیم و با این نام آشنا هستیم. این هم نام گذاری دوگانه مرض توبرکلوز است. سیامش بود تایفاید انتیجن یا انتیجن تب مورقه که شما میده به نام سالمونلا تایفی اگر به یادتان باشه خوانده بودین، که یکی از میکروب های باکتریایی خمیده می بودن که شما میدن با امراض طرق معاوی را به وجود میارن، میده آشنا هستیم و خوانده بودین. تریکینال و تریشینال همیده میگن سپیرلس سپیسی نمیشه از افریکن سیکنس، مرض خواب افریقایی را ما به نام ترایپنسوما گمبینزی هم میشناسیم. گمبینزی چون منشی یا مال یا گسفند اینا را میگن، این در او مخازن یا ذخایرش هم اصلا او معیانات است، ترایپنسوما نام جنسش است. جاردیسیز مرض بود که اصالت بسیار شدید است و این مرض عاملش جاردی یا لمبیا می باشد. اینه هم شما بارها تکرار شده لکچر قبلی با نامش آشنا هستین. لشمونیسیز مرض لشمونی یا سالدانه که نام دوگانی عامل این مرض لشمونی یا تروپیکانه که مایده به نام کتنیس لشمونیسیز یا لشمونی جلدی نیست یاد میکنیم. یه بود موضوعی که برمیگشت با درس گذاشته ما و حال میریم به طرف درس فعلی ما که قسمت دومه فصل اول اساسات پرازیتولوژی یا اساسات علم پرازیتولوژی طبی را به شما تشریح کرده که البته شروع میکنیم با درس خود. بسم الله الرحمن الرحیم. روش های مطالعاتی پرازیتی. هدف ما از روش های مطالعاتی پرازیتی چی بوده میدونه؟ زمانی که شما یک پرازیت یا یک میکروب قرار است یک عامل مرض پرازیتی که قرار است مطالعه کنین، از روش هایی که اون را تشریح میکنین، مطالعه میکنین یا به ترتیبش شما اون را بیان میکنین یا تحقیق میکنین یا به موردش یک پروپوزال ریسرچ نوشته میکنین، باید کدام عناوین، کدام موارد در او بگنجانید و کدام موضوعات در او یادآور شوین، این را میگن روش های مطالعاتی. که زمانی که فرض مثال ما یک شخص قرار است به موردش شما یک مقاله نوشته کنید، مهمترین چیزی که در اول شما باید بنویسید در مورد او شخص او است
معرفی کل و شخص، شخصی معرفی شخصی، که در معرفی شخصی اسمش میه، محل بود و بایشش میه، سنش میه، از کجا است، چی کار میکنه، چی وظیفه داره، قیافش چی رقم است و بعدا در کجا زندگی میکنه، مسکن اصلی از چی است، لسانش چی است، عادتای از چی است، تمام این موضوعات شما بیان میکنین. اینو میره میگن روش مطالعاتیه پرازیتی، که ما قرار است اگر یک پرازیت تشریح کنیم که از این به بعد تمام کتاب ما لکچر نوتای ما روی هر پرازیت اختصاصی به این شکل مطالعات صورت گرفته و تشریح شده، پس ما اول باید این عناوین را بشناسیم و باید نوت کنیم و باید بفهمیم که به اینمی ترتیب باید هر گاه یک پارازیت تشریح کنیم، باید به اینمی روش پی در پی مسلسل و تسلسل این عناوین در نظر گرفته باید پیش بریم. که با این موضوع شما البته با مضمون قبلیتان میکروبیولوژی هم روشش بلد هستین، به مو ترتیبه که شما روی تخته کار کرده بدین که اول از اسم و نام یک پرازیت شروع تا بالاخره به طرف از این که در کجا زندگی میکنه و محل بود و باشش و مورفولوژی و شکل و ساختمان و انواع و تمام خصوصیاتش داشته شده بود، تا اینکه پتوجنسیزش چی رقم است و تشخیص چیست و تداوی چیست، اون امو چیست اینجا تکرار شده و به اون شکل اینجا شما این موضوعات مطالعه خواهید کرد. پس من به شما هر یکی از این را جداگانه تشریح میکنم. این بخش میشه بخش اول درس لکچر سیام ما. شروع میکنیم. بخیر، نکات مهمی که در پرازیتولوژی مورد مطالعه قرار میگیرد عبارتند از اول از کشف پرازیت، یعنی اولین عنوانی که شما باید بدین برای تشریح کردن یک پرازیت. فعلا مثال من به شما یک موضوع بتون بگویم که بریم در مورد ترایپنوسوما گامبینزی یا مرض خواب افریقایی برای من معلومات جمع آوری کنین و یک تحقیق بکنین، تشریح کنین این میکروبه. پس شما چی میکنین؟ در کلام اول، از آن اول تا شما باید کشف پرازیت به نظر بگیرین. چی وقت کشف شد؟ کی کشف کرد؟ کی نامگذاری کرد؟ چرا نامگذاری شد؟ در کدام منطقه ای کشف شد؟ و در کدام سال ای کشف شد؟ این خیلی مهم است برای شناختن پرازیت، به خاطر که اکثر پرازیت ها وقت نامگذاری می شوند به اساس امی محل جغرافیایی یا محل دیسکوری یا محل کشفشان نامگذاری می شوند. از خاطر این بخش نکته خیلی مهمه. دومش از تقسیمات جغرافیایی. تقسیمات جغرافیایی بر ما مناطق را میگه که پرازیت در آنجا پیدا میشود یا دیده میشود یا زیست میکند و یا هم در همانجا مصاب میسازد اشخاصه. تقسیمات جغرافیایی بر درک، بر شناسایی یک پرازیت خیلی مهم است. مثل که یک شخص که تا نشناسیم که از کجا است، او را چه قسم به دور کل ما شناسایی کرده میتونیم یا آشنا شده میتونیم به او، به می شکل تا که یک پرازیت شما محل جغرافیایی خانه اصلیشه نشناسیم نفهمین، امکان نداره که به جلو و پیشرفت اون مرزه بگیریم و یا بیشتر درک کرده بتونیم که در کدام محیط قابل زیست است و در کدام محیط قابل زیست نیست. تقسیمات جغرافیایی باز کدام موضوعات در بر میگیره این را در سلاید های بعدی برتان تشریح میکنم و چی نیازمندی ها را پیش میبرد تا که تقسیم جغرافیایی صورت بگیره. موضوع سیوم بعد از اینکه این دو بخش تشریح کردین، بخش سیومش مورفولوژی میباشد. مورفولوژی در همین شما میفهمیم به معنای شکل و ساختمان قیافه و محولیه و شکلش است. یک پرازیت چه قسم شکل داره؟ چه قسم قیافش تفکیک میشه با دیگه پرازیت ها؟ دور مثال در شروع درس اول زمانی که ما نکات همی کانتنت یا خود فرست تشریح میکنیم، من به شما گفتم که پروتوزوا یا یک حجرویان، پرازیت های یک حجروی به اساس ساختمان عالی حرکیشان تقسیم بندی شده به 4 گروه متفاوت. پس این نشان دهنده از این است که
شکل و قیافه برای شناسایی یک پرازیت خیلی مهم است. اگر ما بگوییم که برای حرکت خود پای کاذب داره، عاجل در ذهنمون که از گروه سرگودین آمیب خود بود. اگر ما بگوییم ببینیم که یک پرازیت ولی حرکی شلاق داره، شلاق داره بر حرکت خود، این خود به خود ما را به طرف رشته یا به طرف تکسونومیک گروپ مستگوفور میبره و در اونجا باز ما جویا میشیم، پیدا میکنیم که کدام نوع پرازیت است، مخصوصا در جریان تشخیص لابراتوری سمپل هایی که ما از مریض میگیریم. این خیلی مهم است که ما قطرشه، اندازهشه، طولشه، ارزش قیافه و تمام جزئیات یک پرازیت باید داشته باشیم و شناسایی کرده بتانیم. موضوع چهارم، مسکن گزینی در بخش های مختلف بدن است. این به ما کمک میکنه که ما اصل سرنخ میکروب یا پرازیت را بشناسیم، بفهمیم و جای اصل بود و باش از این را درک بکنیم. طور مثال پرازیت خونی یا پرازیت دموی، مثالش میتونه باشه پلازمودیم خون یعنی ملاریا. هیچ گونه میتونه ملاریا را مورد انساج بدن خود پیدا کنیم، بجز از بعض که WBC اگر اینا را بلیده باشن و در غیر از او در انساج بدن، در گوش، در عضلات، در استخوان اینا نمیتونن دیده شوند. پس به این شکل بعضی ها از که فقط و فقط در انساج بود و باش کرده میتونه، امکان نداره در محیط بدن اینا زیست کنن یا زنده بمانن. بعضی ها اروبیک هستن که به هوا 100% نیاز دارن، با اکسیژن. اونا اصلا نمیتونن تا جایی که نبود اکسیژن باشه زندگی کنن و بعضشان ان اروبیک هستن که به مجردی که در خون آمدن از بین میرن، چون در اونجا مقدار اکسیژن فوق العاده زیاد است. پس مسکن گزینی یا هبیتیت یا جای بود باش، محل بود باش پرازیت ما را نقل میتر در مورد موجودیت و نویت زیستن پرازیت که در کجا میباشه و چه قسم زندگی میکنه. آیا این اکتو پرازیت است یا این اندو پرازیت است؟ این اکسیدنتل پرازیت است، تصادفی داخل بدن شده، یا این از او ایراتیکش است یا بقایدهش است که از یک قسمت بدن به یک قسمت بدن رسیده؟ پنجمش است طرق انتقال. زمانی که ما خواندیم شناختیم که کشف پرازیت چی رقم بود، کی کرد، تقسیمات جغرافیاییش هم شناختیم، مورفولوژیش هم شناختیم، مسکن گزینی را فهمیدیم که در کدام عضویت بدن است، آیا این پرازیت معاوی است، آیا این پرازیت ریوی است، آیا این پرازیت دموی است، آیا این پرازیت نسجی است. پس به اون اساس ما میتونیم که اعمال روش انتقال زیره در داخل بدن پیدا کنیم. این از کدام راه داخل بدن شده میتونه؟ اگر دموی باشه خود طبعا امکان داره که از طریق جراحت یا از طریق سوزن یا از طریق پیچکاری یا از طریق دزدیدن کدام حشره داخل بدن شده میتونه، یا از طریق نقل دم که ما میگیم بلد ترانسفیوژن کرده باشه امکان داره سوزن و منتن باز شده که این انتانه یا این پرازیته داخل بدن انتقال داده باشه. پس طرق انتقال خیلی مهم است که برای مرضای معاوی، میلی معاوی، میفهمیم که فنو غایتی رای انتقالش است که مواد آلوده با مواد غایتی یک شخص منتن یا مصاب به پرازیت باعث میشه که شخص دیگر آلوده بسازه و مصاب به این مرض بسازه. به این شکل دموی و دیگر انواعش گفتیم. دوران حیاتی ششم بخش میه. زمانی که طرق انتقالم فهمیدیم، حالا نوبت از این است که این را بفهمیم که این چه قسم پرازیت است. این پرازیت یک میزبان است یا دو میزبان است؟ آیا این به کدام وکتور نیاز داره تا این از یک میزبان به میزبان دیگه انتقال بده؟ آیا این خودش به آزادانه داخل بدن میشه، یک میزبان است از طریق غذا و مواد منتن داخل میشه؟ یعنی که این ضرورت نیاز به یک وکتور مخصوص داره که تا که اون ناقلش نباشه اون پرازیت اصلا شور خوردن میتونه از اون محل خود. این را باز بر ما این بخش تشریح میکنه و این هم به درکش کمک میکنه که بالاخره دوران حیاتی چی طور تکمیل میشه. طور مثال تاکسوپلازم گنجایی
در موش ها، در انسان ها، در پشک، از پشک به انسان و موش انتقال میکنه. نیم عمر خدا، نیم قسمت حیات خدا که جنسی است، تکثر جنسی است، در پشک ها انتقال میده، تکمیل میکنه و نصف دیگه زیره در موش ها یا انسان ها یا دیگر حیوانات. پس زمانی که یک پشک موش استفاده میکنه من حیث غذای خود، امی توکسوپلازمایی که نصف عمر خدا در او موجود تکمیل کرده بود برای تکمیل مکمل یا پیشبرد مکمل دوران حیاتی خود به داخل وجود پشک میره و اونجا باعث میشه که دوران حیاتی پرازیت مکمل شه. رابطه بین میزبان و پرازیت، رابطه خوب، حالی که داخل بدن شد، حالی که دوران حیاتی خود را تکمیل کرد، طور مثال اول سیست بود یا اول تخم بود، از این رشیم برآمد، چوچه برآمد، از این حالت طفولیت یک پرازیت شد، آغاز شد و از اونجا او تبدیل شد به یک شکل بالغ و شکل کاهل پرازیت که پس دوباره قابل تخم گذاری است که این در کرمال به تمثالش است. و اگر ما پرازیت های یک حجروی را بگیریم، اول سیست بوده، این داخل بدن رفته، چی تغییرات دوامده که تکثر حجروی کرده، بین فیژن شده یا ملتیپل فیژن شده، تجزیه دوگانه شده یا به هر ترتیبی که اینا تکثر کردن، بالاخره تبدیل شدن به حالت بالغ یا کاهلش که به نام تروفوزایت یا حالت فعال یا تغذیه یاد میشه که تبدیل شده باشن. پس اینا در وجود زمانی که حالت بالغ ازی داخل میشه چی مشکلات به بار میاره؟ این کدام نوع رابطه را بین میزبان و پرازیت استوار میکنه؟ آیا این رابطه به ضرر یا به زیان میزبان میشه تمام میشه و به فایده پرازیت تمام میشه یا برعکس است؟ پس این عکس العمل ها را ما تأثیرات پرازیت بالای عضویت بدن زمانی که مطالعه کردیم این میره ما میگیم پتوجنسیتی. همین قسمت است که ما میفهمیم که اینال شخص مصاب به یک میکروب شده، مصاب به یک پرازیت شده و اونو عکس العمل وجود نشان میده که ما اعراض علائم میگیم، اعراض علائم پتولوژیکی و اعراض علائم کلینیکی که بعد از اینکه عکس العمل چه قسم بوده، آیا به اونجا کدام نوع سیست تشکیل شده، آیا در اونجا کدام نوع التهابی عکس العمل های التهابی صورت گرفته، آیا در اونجا حساسیت صورت گرفته، این کلش باعث میشه که ما پاتولوژی مرض بخونیم یا متوجه شویم و ساین و سمتمز اعراض علائم که معلوم شد اعراض کلینیکی، اون وقت است که باز ما به طرف تداوی که موضوع نکته مهم است ما را بر ما باز میشه و اونجا ما تداوی و طرق وقایع این مرض را مطالعه میکنیم. حال که وجود مثلا به یک مرض شد، حال چی کنیم؟ دست نده دست بنده بشینیم، یعنی که عکس العمل از خود نشان بدیم یا مراجعه کنیم به دکتر که در اون وقت یگانه راهی که بر ما واضح میسازه نویت مرض و خود نویت پرازیت، اون یگانه راهش راه تشخیص است که ما میتونیم تشخیص کنیم که چه قسم این تشخیص صورت میگیره، انواع تشخیص چی است، بعدن برتون تشریح میشه. تداوی و طرق وقایه، طرق وقایه برای ما ایره میگه که خب حال خب تداوی شد، این حال مرض واضح شد که اینی مرض است، اینی پرازیت است، دوا برش بگیریم، دواها را به کدوم ترتیب استفاده کنیم، به کدوم مقدار استفاده کنیم، آیا این دوا به فایده ما است، به ضرر ما است، آیا این دوا برعکس کار میکنه یا به فایده پرازیت تمام میشه، این باید جدا در نظر گرفته شود و همچنان راه های وقایوی برای جلوگیری از انتشار این مرض باید پیدا کنیم که این مرض اگر عامل شفا میدیم، محل جغرافیایی شفا میدیم، محل زیست شفا میدیم، خب میفهمیم بالاخره که از کدام طریق میتونیم جلوگیری کنیم. اگر این از طریق مرض معاوی باشه، پرازیت معاوی یا روده ها و سیستم هاضمه‌ای باشه، میفهمیم که از طریق غذای منتن داخل شده. پس رای جلوگیری دخول این پرازیت امی است که ما از غذاهای آلوده، از آب آلوده جلوگیری کنیم، از مصرف جلوگیری کنیم. و آخرش هم از کنترول مرض که جلوگیری از رشد انتقال مرض صورت میگیره که این خودش ما کمک میکنه که دیگه
دمو منطقه یا دمو بخش یا دمو ساحه این مرض به دیگران انتقال میکنه، سرایت میکنه و چطور میتونیم که از مشکلات این مرض، از عواقب ناگوار این مرض ما خود و اطرافیان خود نجات بدیم. پس اینی عناوین باید به می شیوه به می ترتیب اتونی که از هم اولتر ما آمدیم یک پرازیت انتمی به استلیتیکار قرار است من درباره از اون یک مقاله نوشته کنم. اول آمدم تدابیر نوشته کنم یا اول آمدم شروع کردم مستقیم به رابطه بین میزبان پرازیت میهمانه، این درست نیست. اول به مو ترتیب درستش در نظر گرفته خود انتمی به استلیتیکار چی وقت پیدا شد، کی را اولین بار کشف کرد، به کدام شکل کشف شد، کجا کشف شد، از چی مواد ای را پیدا کردند زیر میکروسکوپ، سالش چی بوده و به مشکل در کدام مقامات در کدام محلات جغرافیایی ای دیده میشه. تقریبا نامیب سر تا سر جهان ما این مرض را میبینیم، جهانی است، کسموپولیتن است، ورلد واید است. به او اساس ما نمیتونیم بگیم که ای امکان نداره که ما ای را جلو بشه بگیریم بخاطر که وکتور نداره، ناقل نداره. از او خاطر ای در هر جای امکان پذیر است که این میکروب باشه، فقط رای جلوگیری و کنترولش باید در نظر بگیریم. پس ای بود نکات مهمی که برای روش مطالعاتی پرازیتی مهم است. این حالا برای هر کدام از این بعضی موضوعات که کمک تشریح شده ایره برای شما پیش میبریم. به طرز مثال در محل جغرافیایی ما گفتیم عوامل که شامل میشه که یک پرازیت در یک محل دیده شده که ما اول شروع کردیم از کشف پرازیت، کشفش فهمیدیم برتون تشریح کردم. حالا میایم تقسیمات جغرافیایی شکل محل جغرافیایی چرا مهم است و چرا این باید مطالعه شود و چی باعث میشه که یک میکروب یک پرازیت در یک محل مخصوص باشه و در دیگه جای نباشه. این از خود چند عامل داره که ما میگیم عوامل، از این چهار عامل مشخص است. اولش از میزبان مناسب و مصرف مواد. این چی معنا داره؟ معنای از این بخش این است که عوامل، یکی از عوامل بودن یک پرازیت در یک محل خاص بودن میزبان مناسب از او است. فرض مثال اگر ما بگویم مرض ملاریا دینی کشور است، دینی کشور نیست، پس در او کشور به خاطر است که میزبان از او دوجه است، پشی انافیل است و دینی منطقه به خاطر نیست که پشی انافیل نیست دوجه. یا لشمونی یا یه خواب افریقایی چرا تنها در افریقا است، چرا در دیگه کشورا نیست؟ اگر ما بریم برای سیر و تفریح و به خاطر وقت سپری کردن در افریقا، از اوج امکان داره این مرض با خود بیاریم در کشور خود، ولی هیچگاه ما را در کشور خود بوده این مرض گرفته نمیتونه، چون امو عامل این مرض یا امو سیتسیفلای یا امو خود عشریه که این انتقال میده فقط و فقط میزبانش در نمو محل دیده میشه، در دیگه جایان نیست. اینی بودن میزبان مناسب در یک منطقه خاص باعث میشه که یک پرازیت در اون محل مخصوص بود و باش کنه و زندگی کنه و تنها در نموجه تولید مرض کنه. یک مثال اونده از این سنکلوستوم دودینیل است و یک سنکلوستوم کننم است که یردوی از این یک نمی از کرمهای القوی مدور است، کرمهای سلندرکل یا استوانه ای است که در دودنان انسان می باشه و در کنینانشان در حیوانات مانند پشک ها و داگز اینا دیده می شه. دومش از طرق انتشار میزبان. اول خود میزبانش بود، دومش است که از میزبان به دیگران چی رقم انتقال می کنه که امکان داره از طریق ادرار میزبان انتقال کنه، امکان داره از طریق مواد مدفوعی میزبان انتقال کنه، یا از طریق اسپوتم یا همی خود افرازات ریوی میزبان انتقال کنه. پس اگر میزبان است امکان داره که در نمو محل امی عوامل که طرق انتشار امی مرض است هم از توسط نمو میزبان در نوجه باشه، این باعث میشه که در نمو محل خاص یک میکروب دیده شه. سیوم است ناقل مناسب. مثل سال پیشتر ما بود انسان در هر نقطه جهان است، امکان نداره که انسان از یک محل جغرافیایی کاملا دور کنیم،
ولی وکتورش یا ناقل از این امکان داره که در یک جا باشه در یک جا نباشه، یک محیط سازگار باشه برای سیستمش یک محیط سازگار نباشه. پس به اون اساس ما میگیم ناقل مناسب اگر در یک منطقه مخصوص باشه این سبب میشه که یک میکروب یا یک پرازیت در اون محل باید باشه. اگر که نبود او پرازیت هایی که ناقل ندارن جهانی هستن، او پرازیت هایی که ناقل دارن ناقلشان تنها تنها در شرایط مخصوص زیست میکنه و او نمیتونه در هر نقطه کره زمین زندگی خود پیش ببره. پس به این اساس این میکروب در او ساحت میتونن که چی باشن؟ مناطق ناقل مناسب که نداشتن این مرض هم نیست. مثلا without intermediate host and spread more، اما گفت که اگر اینا بین البینی میزبان نداشته باشن، یعنی ناقل میزبان مرض نداشته باشن، اینا در اون منطقه دیده هم نمیشن. اگر داشتن اونا دیده میشن و شرایط محیطی، شرایط اکوسیستم یا محیطی یا environmental conditions خیلی مهم است برای رشد و برای بودن یک پرازیت در یک محل مخصوص. اگر این تمپریچر مثلا درجه حرارت دما، چون اگر درجه حرارت جای میده یک منطقه یک میکروب است یک منطقه نیست، یک جای انسان پشه ملاریا در مناطق گرم است ولی در قطب شمال قطب جنوب چرا نیست؟ به خاطر که ناقل از دوج محیط زندگی کرده نمیتونه، یا خود میکروب پلازمودیم دوج بوده نمیتونه زیست نمیتونه. پس عواملی که مهم است برای محیط که سازگار میسازه رشد یک پرازیت و یکی درجه حرارت است، یکی آب است، رطوبت است که هسته از این خیلی مهم است برای بود و باش یک پرازیت در یک محل جغرافیایی مخصوص. دیگه موضوعش بود لایف سایکل. لایف سایکل هم گفتیم پیشتر، در مثال دهی تصویر شما میبینید که نشان داده که یک پرازیت یا یک حشره چطور از یک میزبان میگیره و بر دیگه میزبان میره، اول اکتوپاراسایت میباشه، بالاخره داخل عضویت میره و از اونجا در هر قسمت بدن این رفته مکمل میسازم لایف سایکل خود پرازیت. این خودش نشان دهنده از این است که چه قسم دوران حیاتی تکمیل میشه. و یا از مثال پلازمودیم است که ملاریا، پشه ملاریا و پشه انافل، شما ببینیم که این پسان باز بخیر در دست ملاریا ای را به تفصیل میخوانیم. این سایکل یا دوران حیاتی را به دو رنگ تشریح کردن، یک طرفش هیومن به رنگ سرخ نوشته شده نشان داده شده که در داخل انسان این کدام مراحل زندگی خود محل دوران حیاتی خود تکمیل میکنه و از کدام حالت به کدام حالت میرسه و در داخل کرویات سفید خون مخصوصا. و پشه زمانی که انسان میگذه امی کرویات سفید خون از اینجا میبره و بالاخره در داخل امعا یا در داخل خود روده های گت خود امی تبدیل میشه به دو جنس مخالف یا به دو گامیت های مخالف که مذکر، مجری مذکر و مؤنث است که قسمت سکشوال ریپروڈکشن خوده یا تکثر جنسی خوده در داخل پشه تکمیل میکنه تا بالاخره به این شکل تبدیل شده و دوباره پس به زمان کمو پشه یک انسان دیگر میگذه این پروسه باز دوباره تکمیل میشه. ای بود منوشی است یا منوزین است که یک میزبان کار داره، ای بود دو میزبانه که یکش انسان است یکشم مسکیتوز یا خود پشه ها که اینا من حیث ناقل یا من حیث بین البینی هم کار میکنن. آمدیم به طرف سیومش، نکته سیوم که هست پرازیت ریلیشنشپ بود که گفتیم رابطه بین پرازیت و میزبانش که داخل شدن پرازیت در وجود میزبان منجر به عکس العمل های زائل میگردد. عکس العمل های بدن زمانی که یک هست، زمانی که یک پرازیت داخل یک وجود یک میزبان میشه، این چند نوع عکس العمل وجود نشان میده در بدلش. طور مثال ما بگویم سی نمه شرایط کشور رو پیش ما است. یک کشور است که خیلی پیش نفته است، از لحاظ اردو، از لحاظ نظام، از لحاظ همه چیز پیش نفته است، از لحاظ اقتصاد. یکی او است که تا یک حد امکانات داره و یکی او است که هیچ امکانات نداره.
پس اینجا ما اما سه حالت کشورها رو به نظر میگیریم، سه قسم وجود مطالعه میگیریم. یک وجود است که خیلی ضعیف است، یک وجود است که خیلی قوی است، یک وجود است که اصلا عکس العمل یا اصلا هیچ منابعی نداره برای برآمدن از او بحران. پس در اینجا ما سه قسم عکس العمل در یک وجود میبینیم زمانی که پرازیت یک میمون ناخوانده یا یک دشمن داخل امو سرحدات امو کشور میشه. اولش از حالت ناقل سالم چی معنا داره؟ ناقل سالم به این معنی که خود شخص سالم است، تخریب امساج توسط پرازیت صورت میگیره، مریض نمیشه و شخص و ترمیم مجدد توسط میزبان صورت میگیره. این دیگه در هر آخرش یک گروهی است که یا یک کشوری است که خودش داره اکمالات، خودش داره تجهیزات، خودش داره اقتصاد قوی، او میتونه که هر تخریبات که شده عاجل یک ترمسال کدام انتحاری شده تا فرداش پس همون ساحه را دوباره بازسازی کردن و اصلا کس نفهمید که در اینجا کدام گپ شده بود. پس این او جسمه است که با وجود از اینکه پرازیت داخل شده ولی هیچ کار کرده نتانسته، اگر تغییرات مورده وجود خودش مکمل در به علیه از او عکس العمل نشان داده و پس بازسازی کرده انساجه، اصلا او شخص مریض نشده و عرض کلینیکی نشان نداده که ایده ما میگیم ناقل سالم. دومش از حالت مرضی، ایده کدام حالت است؟ ای کدام کشور است که خودش مریض شده با آمدن دشمن؟ ما میگیم تخریب حجرات توسط پرازیت دهی پروسه صورت میگیره، اما عدم ترمیم آن در میزبان. میزبان اوقدر خودکفا نیست، میزبان اوقدر قوی نیست که پس امو مشکلات یا امو تخریبات که صورت گرفته بود در وجود او را ترمیم کنه و به او عکس العمل نشان بتاجل و در اثر از او بالاخره باعث میشه که خود شخص مریض شوه و ناتوان بوده در مقابل امو دشمن اسلحه انداخته و تسلیم شده و بالاخره مریض شده. پس این روش دوم همی رابطه یا نویت ارتباط است که با آمدن مهمان ناخوانده یا دشمن میزبان مریض شوه. این حالتش هم به نام حالت مرضیش میگیم. و سومش هم از تخریب پرازیت، این دیگه کدام کشور است؟ این او کشوری است که خیلی قوی است، خیلی تجهیزات داره، به مجردی که دشمن نزدیک سرحد شده، گرچه داخل هم اگر شده باشه یا فقط پای منده باشه، عاجل پایش بریده، عاجل مورد حمله قرار گرفته و امون جنیست نابود شده. پس ای او حالت وجود است که زمانی که یک میزبان خودش قوی باشه و بالای پرازیت حمله کنه و پرازیت از بین ببره که اصلا ناقل هم نباشه و کاملا صحتمند باشه و او پرازیت از قبل و مجردی که داخل وجود رفته از بین رفته و ایچ اصلا کدام عکس العمل و کدام مریضی را آثار شده و بدن ما دیده نمیتونیم. پس این ارتباط است یا امی رابطه بین هست پرازیت است که چه قسم ما را مطالعه میکنیم و میبینیم که ما سه قسم میزبان داریم، نظر به مواد و خصوصیات وجودش، ساختار وجودش، و همیشه نمیتونه که یک پرازیت با یک شیوه بالای یک جسم حمله کنه و اونم یک رقم عکس العمل وجود نشان بده. در موارد مختلف در اشخاص مختلف عکس العمل های مختلف دیده میشه که باعث میشه که نوعیت مرض از همدیگر فرق بده. تا همینجا بخش اول لکچر خود را تمام میکنیم و بخش دوم لکچر سوم خود را آغاز میکنیم بعد از یک وقفه. تشکر.